خط جماعة مخالفين. بفرمايد الأمرية. بفرمايد بفرمايد. السلام عليكم. سلام عليكم جان، بفرمايد صحبت کنید. ببخشید، من میخواستم این مسئله دست باز بودن، دست باز خوندن نماز شیعه رو برای من باسترن اگه محبت کنید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم دست باز نماز میخوانده؟ من میخوام بدونم شیعه میشه مثلا دست باز میخونه؟ برای من سندید از روایت یه چیزی برای من نشون بدید، ممنون میشم. باشه باشه، چشم، اینام براتان بیان میکنیم. دیگه اگه الان محبت کنید اینو برای من نشون بدید. خیلی یعنی از نظر سنی که کار میکنن، از نظر شما شیعه این بدعته؟ بله بدعته. یعنی شما میگید سنی دست بسته میخونه، پیغمبر اینجوری نمیخونه، درسته؟ بله بله، حالا من براتون نشان میدم، گوش کن. ببینید، شما نگاه کنید تلویزیون، خب قطع نمیکنم، گوش کنید فقط، صحبت نکنید. این کتاب دوستان عزیز، کتاب المدونه الکبرى، الامام مالک ابن انس الاصبحی، مال مالک ابن انس، یکی از چهار نفر امامان جماعت امریه و بکریه، که این چهار نفر امامان، اینها را به آتش جهنم با خود میبرن. دارالکتب العلمیه ناشر در سال 1415 قمری در دارالکتب العلمیه این کتاب چاپ شده. این کتاب ایشان است که دوستان عزیز، اینجا برین صفحه 169. برادر بزرگ، من صدای شما رو در هولد میگذارم، خب قطع نمیکنم. این صفحه 169، صفحه 169، الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد، در نماز تکیه دادن، در نماز به چیز تکیه کردن و گذاشتن یک دست بر روی دست دیگر. یعنی که چی کار بکنه انسان؟ در نماز تکیه بکنه به دیواری، به عصایی، یا اینکه دست خود را روی دست خود بگذاره، همانطوری که جماعت عمریه امروز حنفی ها و حنبلی ها و بقیه شافعی ها دست بر نماز میخوانه. قال وسألت مالكا عن الرجل يصلي الى جنب حائط فيتكي على الحائط. از مالک پرسیدم، از مالک ابن انس، یکی از چهار امام این جماعت، گفتم کسی کنار دیوار نماز میخواند، به دیوار تکیه میکند، حکمش چیه؟ فقال اما في المكتوبه فلا يعجبني واما في النافله فلا ارى به بعثا. گفت در نماز واجب تکیه بکنه، این خوش من نمیاد، خوش تو نمیاد، اینم شد فتوا، خوشم نمیاد. و اما فی النافله، در نماز مستحبی اشکال نداره تکیه بکنه به دیوار. خب قال ابن القاسم والعصا تكون في يده عندي بمنزله الحائط. ابن قاسم گفته که عصا در دستش باشه، اونم مثل دیواره، که اگر در نماز مکتوبه بود، نماز واجب و فرض بود، تکیه بکنه درست نیست، در نماز مستحبی تکیه بکنه بر عصا اشکالی نداره. خب وقال مالک في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال لا أعرف ذلك في الفريضة، لا أعرف ذلك في الفريضة. خب ببینید دوستان عزیز، اینو من بزرگتر بکنم. از مالک ابن انس، یکی از چهار امام جماعت امریه و بکریه، پرسیدن، گفتن که در حال نماز دست راست را روی دست چپ بگذاره، دست بسته نماز بخونه، حکمش چیه؟ لا اعرف في ذلك في الفريضه. گفت که به من هیچ حدیثی، هیچ سنتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نرسیده که در نماز واجب این کار را انجام بدهد. و کان یکرهه، و اصلا این را مکروه میدانست، اصلا مکروه میدانست که کسی دستش را روی دستش بگذاره، چون پیغمبر انجام نداده. ولكن في النوافل اذا طال القيام فلا باس بذلك يعين به نفسه. اما گفته مالک که در نماز نافله، نماز مستحبی، اگر نمازش طولانی شد، مثلا سوره بقره را میخواند، سوره احزاب را میخواند، سوره های طولانی قرآن را میخواند، خسته میشه، دستش روی شکمش بگذاره. این هم فتوا، از اون فتواهای عجیب و غریب. بله دوستان عزیز، این حرف جناب مالک بود که دیدید که گفت که من اصلا برای این لا اعرف ذلك فی الفریضه، این را من اصلا در اصلا جائز نمیدانم در نماز فریضه،
و هیچ سنتی برای او و هیچ حدیثی برای او سراغ ندارن و گفت که اصلا مکروه که این کار را انجام بدهید چون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این چنین حکمی را نداده. دوستان عزیز، این شرح صحیح بخاری معروف به شرح ابن بطاله. این را ملاحظه بفرمایید، شرح صحیح البخاری لابن بطال جزء ثانی مکتبة الرشد ریاض ناشر این کتاب از شروح بخاریه. اینجا بریم صفحه 358 دوستان عزیز. صفحه چند؟ 358. ورأت طائفة ارسال اليدين في الصلاة. میگوید که عده‌ای از بزرگان جماعت عمریه و بکریه رأی شده، فتوایشان این بوده که نماز دست باز خوانده بشود. و روی ذلك عن ابن الزبير، این روایت شده از ابن زبیر. ابن زبیر خلیفه این جماعته، خلافت تشکیل داد رضی الله از برای این جماعت، امیر المؤمنین این جماعته، یکی از امیر المؤمنین اینا که ابن زبیر واشد دست باز نماز میخوانده. حسن البصري، حسن البصري از فقهای بزرگ جماعت امریه و محدثین بزرگ، و سعید ابن المسیب از بزرگان تابعین. و رعا سعید ابن جبیر رجلا یصلی واضعا یمینه على شماله فذهب ففرق بینهما. و سعید ابن جبیر یک کسی را دید که دست بسته نماز میخواند. سعید ابن جبیر از بزرگان تابعین، مرجع صحابه در فتوا، از تابعینی هست که صحابه در فتیا و در استفتا به ایشان رجوع میکردن. و رعا سعید ابن جبیر، این سعید ابن جبیر یک عمری را دید که دست بسته نماز میخوانه، دستش راستش را گرفته روی دست چپش، پس رفت و دستش را باز کرد. فذهبه، رفت اونجا دستش را از سر شکمش جدا کرد، گفت دست را باز بکن. و روا ابن القاسم عن مالک، و ابن قاسم از مالک ابن انس روایت کرده، فرموده لا احبه في المكتوبه، گفته در نماز مکتوبه من اجازه نمیدهم به مقلدینم و مالکی ها که دست بسته نماز بخوانن. ولا باس في النوافل من طول القيام، و در نماز نافله اشکالی ندارد. پس نماز دست باز نماز خواندن دوستان عزیز، اولا اگر سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می بود، این مالک ابن انس که صاحب موطع هست و قبل از بخاری بوده، و قبل از بخاری اولین کتاب حدیثی که نوشته شده در بین جماعت عمری همین موطع مالک هست. او میگوید که این اصلا حدیثی ندارد، و او میگوید که این اصلا حدیثی ندارد، و این همه صحابه بزرگ را که شما دیدید، امیر المؤمنین شما ابن زبیر، بقیه سعید ابن جبیر، بقیه بزرگان مذهب شما حسن بصری، اینا همگی دست باز نماز میخواندن. این اجمال قضیه دوستان عزیز. و من این کتاب بداية المجتهد دوستان عزیز، کتاب بداية المجتهد در فقه مال ابن رشد قرطبی اندلسی، مجلد اول، تابع و ناشر دارالسلام، در سال 1416 در شهر قاهره شارع الازهر اونجا چاپ شده. اینجا ببینید صفحه 323 دوستان عزیز، صفحه 323. صفحه 323. المسألة الخامسة، مسألة پنجم. اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، فكره ذلك مالك في الفرض وأجازه في النفل. میگوید علما اختلاف کردن که نماز دست بسته بخوانیم یا دست باز بخوانیم. مالک گفته که جائز نیست، گفته جائز نیست در نماز واجب، اما در نماز نافله اشکال نداره، نماز مستحبی. و رأى قوم ان هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور. میگوید اما بقیه گفتن که نه، این از فعل صلات و اینها اکثریت جماعت عمریه اینها هستن. خب چرا اختلاف پیدا شده؟ والسبب في اختلافهم انه قد جاءت آثار ثابتة فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينقل فيها انه كان يضع يده اليمنى على اليسرى، ولم ينقل فيها انه كان يضع يده اليمنى على اليسرى.
وجه اختلاف اینه که آثار ثابته، آثار صحیحه، آثار یعنی روایت یعنی حدیث، حدیث های ثابت و در رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل شده درباره نماز ایشان و یکیش هم روایت نکرده که حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم دست را روی دست در حال نماز میگذاشت. و ثبت ایضا، اما در بعضی روایت آمده ان الناس كانوا یؤمرون بذلك، در بعضی روایت آمده که مردم امر می شدند، مردم امر می شدند که در حال نماز دست رو روی دست بگذارن. خب مردم امر می شدند، ما میگم مردم امر می شدند، کی امر می شد؟ این در زمان عمر امر می شد، لا مذهب، مردم امر می شدند. این امر اونم بگو از جانب کی آمده؟ اون امر که از جانب رسول بکن. خودت میگی که یک حدیث نیامده که پیغمبر دست بسته نماز می خوند، یک حدیث نیامده. مالک میگه که من این را اجازه نمیدم چون از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حدیث نرسیده. صحابه بزرگ و تابعین بزرگ را برایت نقل کردم دست باز نماز میخوانند. اهل بیت اطهار علیهم الصلاه و السلام، مثل اهل بیت فیکم که مثل سفینه نوح، من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق. میگن دست باز نماز بخونید، دست بسته نماز بخونید، اصلا نمازتان باطل میشود. خب این بهترین اعتراف دوستان عزیز که نه سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر دست باز نماز خواندن. برگردیم به این جناب که چی میگه. شنیدی شما برادر بزرگوار جواب ما را؟ العمری جواب را شنیدی یا نشنیدی؟ فایده داره اصلا جواب دادن به شما یا نه؟ من جواب شنیدم، جواب کنم خیلی قانع کننده بود. خب از این بیا شیعه شو پس Straight Away TV.